از کجا شروع کردی؟ کار برنامه نویسی و یا کار وب کلا وارد این فضا شدن خب ببین من کجاش اول شروع کردی؟ تقریبا نه سال پیش بود که حالا مثلا خب بلاگ زدم و مثلا متوجه شدم که میشه محتوا توی وب گذاشت بعد یه وبسایتی زده بودم من خیلی علاقه داشتم به فیلم و سریال فیلم و سریال خارجی بعد من اینا رو نگاه میکردم همش مثلا زبون اصلی نگاه میکردم خیلی علاقه داشتم بعد یه سایت زدم به اسم تک فیلم خوب بعد خوش فیلم نه دانلود رایگان خوب. بود بعد وی آی پی هم داشت هم. که مثلا حالا یه سری لینک که مخصوص اختصاصی بود اونا وی آی پی بود اونایی که مثلا تو جای دیگه آپلود آره, آره. آره. جای جا جا دیگه, دیگه اصلا جای دیگه آپلود میشد تو مثلا آپلود باز آپلود میشد بعد چی شد اومدی سمت سایت داشتن یا بعد طراحی سایت بعد برنامه نویسی من رو سایت خودم خیلی نیاز داشتم به تغییرات بعد برنامه نویسی پیدا نمیشد یا مثلا برنامه‌نویس اصلا خیلی اذیت میکردن دیگه من به مرور رو سایت خودم هی تغییرات میدادم یاد میگرفتم که اتفاقا هم باعث شد سایت نابود شه <applause> بعد یه کاری که انجام دادم این بود که بعد از اون رفتم دانشگاه خب رفتم دانشگاه دیدم که خب چند تا سخت افزار سخت افسار. یعنی از چند سال از چندم بودی که سایت داشتی من فکر میکنم از اول دبیرستان تقریبا من این فضا شده بودم دوم دبیرستان من کلاس شبکه میرفتم چرا رفتی کلاس شبکه؟ به خاطر اینکه دوستشم بیشتر یاد بگیرم و خب خیلی یاد یاد یعنی شبکه چیزایی که من تو شبکی یاد گرفتم خب تو بهم خیلی بد از خودت فهمیدی یا یه کلاسی خارج از فضای مدرسه یا من اصلا سوم دبیرستان معلم کامپیوتر مدرسه هم بودم خب نه چی شد اون رفت یاد بگیری خب علاقه داشته اون اتفاقی که علاقه تو پیدا کردی کجا بود من علاقه داشتم به کامپیوتر مثلا بسیاری پوش سیستم بودم بسیاری داشتم کارهای مختلف انجام میدادم خب، چیزای شیطنت هم من خیلی دوست داشتم حالا تو شبکه رفتم به خاطر اینکه یه ذره هک و این داستانا رو یاد بگیر. یه ذره ببین بالاتر کجا مسیر خودیتی الان اگه از بالا بخوای نگاه کنی. الان اگه از بالا بخوای نگاه کنی اونجایی هستم که مسیر رو پیدا کرده. تازه. چی می‌خوای بشی پس؟ چیزی که می‌خوام بشم اینه که یه مقداری بیشتر پروژه انجام بدیم مثلا سعی این پروژه ها رو تحویل بدیم و خیلی دوست دارم تیم بشم خیلی دوست دارم مثلا آدم های مخت... بیشتری از قسمت های فنی کار منو بگیرم ولی خب تیم قسمتی که مثلا خیلی فنی باشه من کسی رو نتونستم پیدا کنم که <applause> <applause> یعنی مثلا بتونم خیلی حالا بهش بسپارم نتونستم پیدا کنم آگه یای مختلف دادم با آدم های مختلف شروع کردم همکاری ولی بح... بح... بنا به دلایلی مثلا اینا من کار خودشون شروع کنن الان تو چه نیازی بازار از مردم برطرف میکنی؟ من چه نیازی دارم برطرف میکنم؟ ببین دو تا نیاز من دارم برطرف میکنم یکی کسایی که میخوان یاد بگیرن دورای آموزشی که وجود داره خب کیفیتش پایینه مثلا خیلی نکته های مهم رو نمیتونن یاد بگیرن میان پیش من مثلا یه آقا من اچ ها رفتم دوره شو دیدم ولی من دارم مثلا یا مثلا وردپرس رو دوره شو دیدم مثلا اومدم یه سایتی بزنم فلان قسمت رو میخوام بزنم تو هیچ دوره ای نبود خب میان پیش من مثلا من براشون اونجا اون جلوشون اون, اون چیزی که دارن و مشکل حل میکنم مثلا سایتشون یه باگی داره پروژه که دارن یه باگی داره اونو رفت رفت میکنم بهشون یاد میدم این یه نیازه که خب هیچ کس من تا الان ندیدم که همچین نیازی رو رفت کنه مثلا به یه آقا بیا برای دیباگ میکنه یه من نیست یا تو کمی من ندیدم حالا سرچ کنن اگر همچین کسی این کار میکنه خیلی خوبه بیشتر باید بشه چون خیلی وبسایت ها مشکل دارن بعد یه نیاز دیگه که رفتم گفتم که که حالا مثلا با لاراول یا مثلا وردپرس یه سامانه ای می میخوان یه استارتاپ میخوان راه بندازن یه سیستم میخوان راه بندازن من اینا رو براشون راه اندازی میکنم خودت چی خوندی از دانشگاه سخت افزار سخت افزار ادامه دیدی نه اول من تقریبا هفته خوندم بعد تصمیم گرفتم ادامه ندم. چرا تصمیم گرفتی بخاطر اینه هر روزی که میرفتم دانشگاه تقریبا معادل یک عالمه کار رو از دست میدادم مثلا. کار لزوما بحث مالیش بود یا نه؟ دیدی آقا بیرون دانشگاه بیشتر یاد. علاقه خیلی بیشتر بود. یعنی مثلا من واقعا احساس کردم که من اینجا نشستم تو سر کلاس دانشگاه. دارم مثلا یه چیزایی اصلا یاد میگم که هیچ دردی نمیخوره ریاضی یاد میگیرم اصلا من دوباره که ریاضیم خیلی خوب بود توی دبیرستان ولی دانشگاه فهمیدم که اصلا ریاضیاتی که داره به ما یاد میده اصلا فایده نداره اصلا کاربردی ت... نیست. نیست اصلا اصلا دوستم نداشتم خب انا یه نوجوان الان اتفاقا پس انتخاب رشته هم هست الان یه نوجوان چی جوری باید انتخاب بکنه چی کار بکنه حالا یا بره دانشگاه اگه بخواد بره دانشگاه چه رشته ای بخونه یا نره دانشگاه خب نره دانشگاه هم بیکار میمونه و یه عالمه حجمه اجتماعی روشه که میگن یا خب نه یا یه چند تا نکته داره یه چند تا نکته وجود داره هر کسی فرق میکنه خب اگه من یه حرفی میزنم قطعا اولا قبل از هر چیزی با دنزو که ممکنه برای شما نباشه خب ولی اگر خود من برگردم مثلا دوازده سالگی بگم که آقا حتی قبلتر بگم که آقا تو چی کار میخوای بکنم مثلا چه رشته بری قطعا من از همون موقع به جایی که مثلا مسیر آکادمیک رو فکر کنم بگم که آقا حالا چیزی است مسیر فنی رو میرفتم که مثلا بتونم فنی چی یاد بگیرم مثلا من برم تو اینترنت پر از آموزشه خب برم شبکه رو از طریق حالا جزوه هایی که تو اینترنت هست که رایگان زیاده خب مثلا یه فایل پی دی اف هستش که اصلا اونو بخونی اصلا چقدر یاد گرفتم همونا رو بری بخونی خود آموز پیش بری تا اینکه به این سنی برسی که بتونه کار کنه یعنی مثلا 18 19 سال بشه که اصلا شرکت ها بتونن استخدامش کنن تا اون سن باید یک مسیری رو پیدا کنه مثلا یه آقا من شبکه علاقه دارم من وب علاقه دارم من موبایل علاقه دارم یک مسیری که خواهان داره از حالا حتی اینا کامپیوتر ممکن من میگم آقا مثلا میخوام نجار شم اون یه مثلا یا میخوام پزشک بشم خب او بره دانشگاه ولی هر کسی یه علاقه داره دیگه بر اساس اون علاقهش پیدا کنه که چی میخواد بشه و اونو بره هم حالا به صورت فنی یاد بگیره و همین که اگر آکادمیکی چیزی هستش مثلا آموزشگاهی هستش اونم بره حالا مثلا اگه پزشکه قطعا خارج از درس دانشگاهش بره ببینه که تو اینترنت چی آموزش هست الان بخوای یه نفر همکارت بشه چی واسط مهمه چه معیاری واسط مهمه چه پارامتری توش میسنجی ببین چند تا ویژگی خیلی خیلی مهمه حالا همه و همه اونایی که میخوان یه نفر استخدام کنن میخوان یه نفر بگیرن نگاه میکنن مهمترینش اینه که چقدر میتونن به طرف اعتماد کنن خب با توجه به قوانینی که تو ایران وجود داره علیه کارآفرین و خیلی سوء استفاده هایی که میتونه یه نفر انجام بده حالا مثلا خب ما داریم سورس کد مشتری رو میدیم پسورد های سرور رو داریم این سه چیزای حساس داره مهمترینش اینه که چقدر میتونیم به طرف اعتماد کنیم که از این چیزای حساس سوء استفاده نکنه و بعدش معیار دومه چی تحصیلاتش مهمه نه پس چیش مهمه اینکه بتونه بلد باشه دیگه یعنی تخصصی. تخصص بلد. و اینکه چقدر زود یاد میگیره هزینه اولیه کار تو از کجا گیر آوردی داشت اصلا هزینه یا نه ببین مثلا حالا کدوم کار همون کار تو می‌خوای استارت بزنی نه تکفیل یا مثلا 10 میلیون می‌خواستی 5 میلیون می‌خواستی اون آن موقع اون عددا نبود خب مم. اون موقع مثلا دلار هزار تومان بود 800 تومان بود ات. بازم به نسبت آره. زمان هزینه ولی ببین مثلا من اون موقع خب کارهای مختلف انجام میدادم فریلنسری مثلا طراحی لوگو انجام میدادم مثلا طراحی بنر انجام میدادم با سری ها یا مثلا یه سری حالا اس... وبسایت خودم و از طریق همون پولا حالا مثلا ما یه هاستی گرفتیم که هزینه ای نداشت دومینش هزینه ای نبود خب اون هزینه هاست دومین بس میگی اگر همون پول تو جیبیه بذاره پول خیلی پول عجیبی نیست باکس کوچیک میشه شروع کرد نکته ببین الان بخوای شروع کنی الان شما نیاز داری به هاست و دومین بعد بسته به اون چیزی که ممکنه یه وبسایت داشته باشی که اصلا فضای زیادی میخواد و با سرور بگیر اون هزینه بیشتر ولی سعی کنی یه چیزایی انتخاب کنی که فضای کمتری بخواد کنید. از کوچیک شروع کنی از, از زیر 200000 تومان شروع کنی الان تو زندگی خودت چی مهمه الان خیلی مهمه که بتونیم پیشرفت کنیم بتونیم مثلا حالا مثلا اگر این پروژه ها رو امروز میگیریم فردا مثلا پروژه خیلی بزرگتر بگیریم مثلا امروز با یه برند درجه سه داریم کار میکنیم فردا مثلا برند درجه یک مثلا خیلی مطرحه یه قرارداد توپول ببندیم ان